بینندگان عزیز سلام، امروز دوشنبه 25 سنبله سال 1392 خورشیدی که برابر می شود با 16 سپتامبر سال 2013 میلادی. با مجموعی از تازه ترین خبرهای ما از غزنی افغانستان و جهان تا این ساعت خوش آمدید. من توریال افغانستان، بسم الله الرحمن الرحیم. در یک عملیات نیروهای ارتش ملی در اولسپلی مقر ولایت غزنی، 7 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. مسئولان در لوای دوم ارتش ملی ولایت غزنی موضوع را بیان کردند، اما طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشترین خبر در گزارش از منصور عثمانی. نظیف الله سلطانی مسئول دفتر مطبوعاتی ارتش ملی در ولایت غزنی میگوید که در یک عملیات نیروهای ارتش ملی در قریه های احمد خیل و خلیفه چنبر ولسوالی مقر غزنی، 7 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. بر اساس یک خبر دیگر، دو حلقه ماین از سوی این نیروها در این ولسوالی کشف و خونسا گردیدند. مسئول دفتر مطبوعاتی ارتش ملی در غزنی میگوید که در انفجار ماین جاسازی شده از سوی طالبان در ولسوالی مقر غزنی یک کودک نیز کشته شده است. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند. شماری از شهروندان ولایت غزنی از بهای بلند مواد سوخت به ویژه نفت و گاز در این ولایت شکایت نموده و خواهان توجه جدی مسئولان در این مورد شدند. همکارم با جزئیات بیشترین خبر. این شهروندان در مصاحبه هایشان با تلویزیون غزنویان میگویند که بهای مواد سوخت به ویژه نفت و گاز در ولایت غزنی بالا رفته و توان خرید این مواد از سوی رانندگان و خانواده ها دشوار شده است. تیل از نگاه قیمتی خود بیخی به اوج خود رسیده. همین کار که میکنیم کلش تیل میشه. این دیگه باید کوشش کنه همین تیل از یک نگاهی به حساب تجارت تیل هم رسیده لیتر 63 روپیه صرف که اصلا نداره، کاری ما هم رکشا میکنه. خواهیش ما مسئولین چه همی است کار دولت که همی رک پیگیری کنه رسیدگی کنه. ما یک راننده چی موتر پلان کوچ. بله. در بلاین آباد کارنون سیب خیلی مازم مسئولین دولتی همی خواهیش داریم که ما در سال 2 لک روپیه نمین جک دانه سرای کرام دیم. دیگه تیل هم که به اندازه قیمت که در 63 روپیه میخریم و هم بخش ما برادرم، اما ما روزانه هم تیل خود پره نمیتونیم. چه من تیل بسیار گذاف از دلان از برای ما واقع نمیتونیم، اما از سالهای تیل وقتی تیل میگیریم فیلی تنش از پنجه کنیم. کیفیت تیل در بس تانگا خوب است، اما بیشتر اینجای تیل کیفیت خوبی نداریم. خواهش ما مقامات دارتی است که در قسمت تیل بسیار دقیق باشن و کیفیتش و قیمتش کنترل. برای فلان خود تیل بالا رفته، یک قیمتش 65 افغانی رسیده، صرفه نمیکنه جنبان بریم. خواهش ما میسته که باید در این چی اقدام جدی صورت بگیره. بلند رفتن بهای مواد سوخت در ولایت غزنی هر از گاه شکایت شهروندان این ولایت را بالا میکند، اما در اکثر موارد این مشکل مسئولان در پاسخ به این مشکلات عاجز ماندند و یا هم مسئولیتشان را به شانه‌های دیگران میاندازند. چنانچه این بار نیز با وجود مراجعه مکرر گزارشمان در دفتر مدیریت مواد نفتی در ولایت غزنی، این مسئولان حاضر نبودند تا پاسخ در این مورد داشته باشند. در یک حمله طالبان بر یک بازگاه نیروهای پلیس مرزی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار، دو تن از نیروهای پلیس مرزی زخم برداشتند. مسئولان امنیتی در این ولایت وقوع این درگیری را تایید می کنند. آمار امنیت فرماندهی پلیس ننگرهار می گوید که شماری از طالبان حوالی ساعت 6 بر یک پایگاه پلیس مرزی حمله کردند و می افزاید که همکنون درگیری میان طالبان و نیروهای پلیس مرزی در این رسوالی ادامه دارد. در یک حادثه ترافیکی در ولایت هلمند، 3 تن کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی والی هلمند این موضوع را بیان کرده است. سخنگوی والی هلمند میگوید که این رویداد شام روز یکشنبه در راه لشکرگاه گرشک هنگام رخ داد که یک تیم فوتبال ولسوالی گرشک پس از بازیشان به این ولسوالی میرفت که در مسیر راه موترشان واژگون شد. او میافزاید که تمام قربانیان این رویداد اعضای تیم فوتبال ولسوالی گرشک هستند و علت وقوع این رویداد را به احتیاطی راننده میداند. دو زن در ولایت بلخ از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. شیرجان دورانی سخنگوی پلیس بلخ میگوید که جسد این دو زن صبح روز دوشنبه از مربوطات ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ از سوی پلیس پیدا شده است.
وی میگوید هرچند تا اکنون خانواده های این زنان پیدا نشده است و همچنان علت این کشتار معلوم نیست، وی میافزاید که تلاش برای شناسایی عاملان این رویداد ادامه دارد، اما تا هنوز کسی در پیوند به این رویداد شناسایی و بازداشت نشده است. از سوی هم بلندپایه‌ترین مقام پلیس زن در ولایت هلمند کشته شد. پس از آن که مردان مسلح ناشناس نگار بلندپایه‌ترین مقام پلیس در ولایت هلمند را با ضرب گلوله زخمی ساختند، این مقام پلیس به روز دوشنبه در بیمارستان این ولایت جان باخت. نگار به روز یک شنبه هنگامی از سوی مرد مسلح سوار بر یک موتورسیکل در شهر لشکرگاه امواج قرار گرفت که از خانه به سوی وظیفه می رفت. بانو نگار در پلیس هلمند مسئول بخش پلیس زنان بود و 5 سال سابقه کاری داشت. شماره از خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی در غور در اعتراض لتکوب دو خبرنگار در هرات توسط پلیس و یک محافظه کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت صبح روز دوشنبه دست به مظاهره زدند. تظاهر کنندگان در غور با سر دادن شعارهای حمایت از آزادی بیان رسانه ها این رویداد را محکوم کردند و خواهان پیگرد قانونی عاملان این رویداد شدند. خبرنگاران این ولایت با انتقاد سخت از کمیته مسئولیت خبرنگاران در برخورد به این رویداد، این نهاد را به توهین به خبرنگاران متهم می سازد و خواهان پیگرد جدی این رویداد هستند. و اینکه حکومت 5 نامزد را به سمت‌های گوناگون حکومتی برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان کشور فرستاد. عمر داودزی به صفت نامزد وزیر داخله، دکتر اکرام اخبلواک به حیث نامزد وزیر سرحدات و قبایل، نصرالله استانکزی به حیث عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، پانیار لطف‌الرحمن سعید به حیث عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و براتعلی برای عضویت شورای عالی دادگاه عالی برای گرفتن رأی اعتماد روز دوشنبه به مجلس نمایندگان معرفی شدند. و حالا رویدادهای تازه جهانی را با همکارم منصور عثمانی باشید. شماره تلفات انفجارهای روز یکشنبه عراق به بیش از 40 کشته افزایش یافت. به گفته مقام‌های امنیتی عراق چندین موتر بم گزارش شده روز یکشنبه در شهرهای بغداد، بصره، ناصریه و کربلا منفجر گردیدند و در نتیجه آن بیش از 40 تن کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. خشونت‌های فرقه‌ای در عراق پس از سال 2008 یک بار دیگر افزایش یافته است و شهروندان این کشور به شدت از آن نگران هستند. دو طوفان نیرومند مکسیکو را تکان داد و جان 19 تن را گرفت. به گفته مقام‌های مکسیکویی ریزش شدید باران و وزش باد در 2 روز گذشته باعث جاری شدن سیل و لرزش زمین در چندین ایالت این کشور شده است. این مقام‌ها می‌افزایند که طوفان دریایی روز دوشنبه به خلیج مکسیکو نیز رسید و وارد خشکی گردید. همزمان یک طوفان استوایی به نام مانوئل نیز از سوی اقیانوس آرام به مکسیکو رسیده است. به گفته مقام‌های مکسیکویی بیش از 6000 تن از باشندگان ساحل مکسیکو از خانه‌هایشان به جاهای امن انتقال داده شدند. حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا می گوید که روند بیرون شدن ارتش در بخش‌های مختلف ماه آینده آغاز خواهد شد. با تازگی حکومت و احزاب سیاسی پاکستان طرح گفتگو با تحریک طالبان را در این کشور تایید کردند. خورخه لورنزو موتورسیکل سوار اسپانیایی با موتورسیکل یاماها در مسابقات موتو جی پی سان مارینو ایتالیا مقام اول را به دست آورد. لورنزو با شروع خوب خود از رقیبان سرسختش دانی پتروسا و مارک مارکز پیشی گرفت. پشت سر وای میان مارک مارکز و هموطن وای دانی پتروسا کشمکش سخت برای کسب مقام دومی در گرفت که سرانجام مارک مارکز 20 ساله و سطرنشین این دور رقابت ها توانست به مقام دوم دست یابد. این برای دومین بار پیاپی است که خورخه لورنزو موفق به فتح مسابقات جایزه بزرگ موتو جی پی می شود. سباستیان اورژیر با وجود پیروزی در مسابقات رالی استرالیا به خاطر کمبود فقط 1 امتیاز قهرمانی جهان را به دست نیاورد تا در انتظار رالی فرانسه در ماه اکتبر بماند. اورژیر راننده فلکس واکن جمعاً با 212 امتیاز در سطح جدول رده‌بندی رالی این فصل قرار دارد و تنها 1 امتیاز دیگر او را به مقام قهرمانی خواهد رساند. اما اینترنویل بلژیکی راننده فورس فیستا بود که اورژیر را از کسب امتیاز کافی محروم کرد.
پنچر شدن موتر اتومبیل راننده فنلاندی موجب شد نوئل گوی سبقت را از وی بگیرد و در رده دوم قرار گیرد و موقتا راه را برای قهرمانی اورجیل ببندد. از این که بیننده سرویس خبری این ساعت با من و همکارانم بوده سپاس و شما دعوت میکنم که بیننده برنامه های بعدی ما نیز باشد. وقت خوش، شلوغ نگهدار.